بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع درباره ریا یعنی خودنمایی دلیل الله سبحانه و تعالی فرمود که بگو من فقط بشری هستم مانند شما فرقیت من این است که به من وحی می شود که تنها معبودتون معبودی یگانه است تا آخری آیت دلیل دیگر از ابو هریره رضی الله عنه مرفوع است روایت است که الله سبحانه و تعالی فرمود من نیازی به شریک داشتن ندارم هر کس که عملی انجام بدهد و در آن کسی دیگری را به من شریک سازد من او را به شرکش رها میکنم روایت امام مسلم دلیل دیگر از ابو سعید با طور مرفوع روایت است آیا به شما خبر بدهم از چیزی که من برای شما از آن قدر میترسم که از دجال برایتون آن قدر نمیترسم گفتم بله گفت و آن شرکی خفی است مرد برای نماز می ایستد وقتی می بیند که کسی او را دیده ایستاده است نمازش را زینت می دهد و بهتر می گذارد حدیث و روایتی امام احمد فرمودند که بگو البته من بشر هستم یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم امر شد که به مردم خبر دهد که او بشر است و این بشری را به گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند شما یعنی تأکید کرد مگر که به سوی او صلی الله علیه و سلم وحی می شود پس طاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم واجب است لیکن پرستیدن او حرام است فرمودند که واخری پروردگارش را یعنی واخری رضایی و نعمت خاص به مؤمنان است از دیدن او را در آخرت شامل می شود و فرمودند که عمل نیکی یعنی عمل خالص و درست اخلاص و پیروی و فرمودند که من به نیازترم یعنی در این دو معناست معنای یکم آن است که باطل بودن عملی که در آن ریا همراه شده است و حرام بودن ریا معنای دوم بیان به نیازی الله سبحانه و تعالی و بزرگ بودن حقش و این که برای یگان کس جایز نیست که به او شریک بیارد و فرمودند که مسیح دجال یعنی مسیح دجال آن است که چشم راستش محض کشیده شده است و او مرد از فرزندان آدم علیه السلام است بسیار دروغگو است و برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر امتشان از ریا سختر از مسیح دجال ترسیدند یکم زیرا فتنه دجال آشکار است و فتنه ریا پوشیده است و از ریا خلاص شدن سختر دشوار است دوم زیرا فتنه دجال در آخر زمان محصور است و عکس فتنه ریا که در همه وقت است شرک بر دو نوع است یکم شرک خفی دویم شرک جلی شرک خفی آنه که در قلب باشد مثل ریا و شرک سرائر نامیده می شود دوم شرک جلی آنه که در گفتار باشد مثل به غیر الله قسم خوردن یا در فعل باشد مثل برای غیر الله هم شدن ریا این است که عمل میکند تا او را مردم ببینند یا بشنوند و ریا از اخلاق منافقان است یکم در اصل عبادت است عبادت را باطل میکند دوم ناگهانی است در این بیان مفصل میآید و سوم بعد تمام کردن عبادت در عبادت هیچ تأثیری ندارد ریا مگر هر وقت در آن دشمنی باشد مثل منت و آزار دادن بعد از صدقه ناگهانی بر دو قسم است یکم ریا را دفع میکند واجبی که بر اوست انجام داده است و عبادت صحیح است دوم در ریا ادامه میدهد در این بیان مفصل آمده است در ریا ادامه میدهد یکم عمل عبادت به آخر پیوسته است مثل نماز پس همه عبادت باطل است دوم عمل عبادت از آخرش جداست مثل زکات پس جزئی که در آن ریا داخل شد باطل است علاج ریا چیست؟ یکم تعظیم الله با آموختن توحید و با آن عمل کردن زیرا انسان اگر الله را تعظیم کند
پروای کسی نمی کند. دوم، عمل را از ترس ریا ترک نکردن، زیرا شیطان یا تو را در ریا واقع می کند یا در ترس از غیر الله. سوم، دعا کردن. چهارم، عملها را پنهان کردن از روی ترس در ریا واقع شدن. پنجم، قبرها را به طور شریعت زیارت کردن. البته زیارت قبرها آخرت را به یاد می آورد و ریا باشد انسان را به دنیا وابسته می سازد. اکنون مسئله های این موضوع. یکم، تفسیر سوره کهف. الله فرمود: بگو البته مانند شما بشرم به من وحی می شود. دوم، قبول نبودن عمل نیک وقتی که در آن خوشنودی غیر الله نیز خواسته شود. سوم، ذکر سببی که موجب این است و آن تماما به نیازی الله از این گونه شریکی ها. چهارم، البته از ضمن اسباب این است که الله تعالی بهترین شریک هاست. پنجم، ترسیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم بر یارانش از ریا، یعنی و بر شخصی که بعد آنان است ترسیدن اولا است. ششم، پیامبر صلی الله علیه و سلم ریا را تفسیر کردند و به اینکه شخص نمازش را به خاطر الله میخواند ولی نماز خود را به خاطر کسی که او را میبیند زینت میدهد و ساختکاری و زینت دادن سخن اینچنین است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.